بزرگترین دایناسور تاریخ. سال 2015 میلادی یکی از بهترین سالها برای دیرینه‌شناسان و باستان‌شناسان جهان بود، چرا که استخوان‌های فسیل شده بزرگترین موجودی که تا به حال بر روی کره زمین راه رفته در این سال توی کشور آرژانتین کشف شد. موجودی عظیم الجثه به اسم آرژانتیناسوروس که وزنی معادل 7 تیراناسوروس بالغ یا 15 فیل آفریقایی داشت. سلام، به کانال تکسان تیوی خوش اومدید. بحثای زیادی درباره بزرگترین دایناسور جهان وجود داره، اما بر اساس شواهد فسیلی میشه گفت که آرژانتیناسوروس بزرگترین دایناسور تاریخ بوده. در ادامه بیشتر در مورد این دایناسور صحبت خواهیم کرد، ولی لطفاً قبل از شروع کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم روشن کنید تا ویدیوهای جدید ما رو ببینید. دایناسورها. دایناسورها گروهی از خزندگان مهره‌داری بودند که برای بیشتر از 160 میلیون سال حاکم بر زمین بودند. قبل از دوره تریاسه تا آخر دوره کرتاسه بیشتر اونها منقرض شدند. بررسی بازمانده‌های کهنبال در 1861 نشون دهنده یک رابطه بین دایناسورها و پرندگان. دانشمندان امروز توی اسکلت پرندگان استخونی رو که فقط در دایناسورها وجود داشته رو کشف کردن. تحقیقاتی که در حدود سال 1970 انجام شده نشون میده دایناسورهای ددپا به احتمال زیاد نیاکان پرندگان هستن. در واقع خیلی از دیرینه‌شناسان پرندگان رو مثل دایناسورها بازمانده در نظر میگیرن و بر این باورن که دایناسورها و پرندگان باید با هم زیر یک رده قرار داده شن. امروز 10,000 گونه از پرندگان به این گروه تعلق دارن. جانور عظیم الجثه گیاهخوار. نبرد برای عنوان بزرگترین دایناسور تاریخ یه مسئله پیچیده است. یکی از مشکلات اینه که دیرینه شناسان به ندرت کل اسکلت رو کشف میکنن. توی اکثر موارد اونها فسیل استخونهای شکسته رو کشف کرده و از روی اون یک پروفایل کامل از قد و وزن جانور رو تخمین میزنن. گفته میشه که بزرگترین دایناسور تاریخ بر اساس شواهد آرژانتیناسوروس هستش که توی سال 1993 در آرژانتین کشف شد. این جانور عظیم الجثه گیاهخوار با طول 40 متر و وزن 110 تن بزرگترین ساروپودی هستش که در دوره کرتاسه میانی حدود 90 تا 100 میلیون سال پیش میزیسته. غذای آرژانتیناسوروس. آرژانتیناسوروس یک دایناسور گیاهخوار بود. گردن بسیار بلند آرژانتیناسوروس کمک میکرد تا بتونه گیاهان بالای درخت‌های غول‌پیکر رو بخوره یا بر روی سطح زمین در بین علف‌ها و بوته‌ها به دنبال غذای مورد نظرش بگرده. غذا بعد از جویده شدن باید تمام مسیر گردن بلند آرژانتیناسوروس رو طی میکرد و بعد از ورود به معده توسط سنگ معده به قطعات بسیار ریز و نرم تبدیل میشد. چگونه ممکن است که یک دایناسور اینقدر رشد کند؟ بعضی از محققان فرض می‌کنند که به علت دمای بالا توی دوره کرتاسه و سطح اکسیژن زیاد، دایناسورها قادر به رشد سریع و سوخت‌وساز زیادی بودند. بنابراین هر چقدر که جثه‌ها بزرگتر بود، فضای بیشتری برای زندگی داشتند. بعضی دیگه هم میگن دایناسورها برای رقابت با بقیه جانوران کوچک و متوسط باید بزرگ می‌شدند. بزرگ بودن هزینه زیادی داره. وقتی که در پایان دوره کرتاسه در 65 میلیون سال پیش یک سیارک به زمین برخورد کرد، این گروه رو به طور کل نابود کرد. شبیه‌سازی کامپیوتری. توی سال 2013 آرژانتیناسوروس توسط چند محقق به صورت کامپیوتری شبیه‌سازی شد تا بتونن نحوه حرکت این دایناسور رو تشخیص بدن. اول اسکلت کامل این دایناسور ساخته شد و بعدش ماهیچه‌ها و عضلات هم بر روی این اسکلت سوار شد تا بتونن سرعت و نحوه گام برداشتن آرژانتیناسوروس رو شبیه سازی کنن. طبق نتیجه این بررسی، آرژانتیناسوروس میتونه با سرعت حداکثر 8 کیلومتر بر ساعت گام برداره. به پایان ویدیوی امروزمون رسیدیم. حالا شما به ما بگیم باهوش‌ترین دایناسورها کدامن؟ خوشحال میشیم نظراتتون رو برامون کامنت کنین و اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایک کنید و با دوستانتون هم به اشتراک بذارید. ممنون که با ما همراه بودین.